مادرم آنا یورکین عاشق هیولاها بود. منم عاشق توجه مادرم. چیزی که انگار هیچ وقت واقعیت پیدا نمی کرد. به من اجازه رفتن به مدرسه نمی داد. نمی خواست کسی منو ببینه. می گفت همه آدمای اون بیرون ترسناکن. برای اینکه از خونه بیرون نرم به من می گفت پسر همسایمون رو بیرون از خونه تیکه تیکه کردن. دلم واسش تنگ می شد اما از دستش فرار کردم. من در 24 ژانویه 1982 توی روسیه به دنیا آمدم. مامانم گونه های سفید و برجسته‌ای داشت با چشمای رنگی. شبیه مامانم بودم. وقتی از روسیه به کانادا رفتم هیچی نداشتم. فقط دنبال جلب توجه بقیه بودم. وارد فیسبوک شدم و هر ثانیه از خودم عکس می‌ذاشتم. زندگیم تبدیل شده بود به مجازی و آدماش. دوستای زیادی پیدا کردم اما هیچ پولی نداشتم. سال 2004 وارد صنعت بزرگسال شدم. بعد یه هفته تبدیل به یه بازیگر همجنسگرا شده بودم. اما روز به روز عصبی تر می شدم. توجه بیشتری می خواستم. من از همه بهتر بودم اما انگار مورد توجه قرار نمی گرفتم. با کارل آشنا شدم. اون معلول ذهنی بود. من خیلی از اون بهتر بودم. مدتی با اون توی رابطه بودم. کلی پول ازش بالا کشیدم. اما بعد با کلی بدهی دستگیر شدم. زندگی من خیلی خسته کننده شده بود و دنبال هیجان میگشتم. راستش دنبال توجه بودم و میخواستم خودم رو به همه دنیا ثابت کنم. یه مدت دنبال مدلینگ رفتم ولی همه مؤسسه ها منو به یه بهونه رد میکردن. انگار به هم حسادت میکردن. همین باعث شد دنبال عملای جراحی برم. روز به روز بهتر میشدم. یه مدت تبدیل به یه مدل شدم. یه مدتم با بدبختی توی لجن زندگی کردم. خودم رو توی خونه حبس کرده بودم. درست مثل بچگیام که مامانم منو تو اتاقم زندانی میکرد. سال 2010 تصمیم گرفتم خود واقعیم بشم. من دنبال توجه زیادی بودم. یه ویدیو ساختم و توی مجازی پخشش کردم. همه رو عصبی کرده بودم. یه گربه رو توی یه ویدیو تیکه تیکه کردم. یه مار رو توی قفس بچه گربه انداختم و از تک تک لحظات مردنش عکس گرفتم. همه دنبال هویت من میگشتن. مردم کار منو به پلیس گزارش میدادن. اما انگار پلیس هم زیادی جدی نگرفته بود. خیلی احمق بودن. چند روز بعد یه بچه گربه دیگر رو کشتم. اونقدر از ویدیو سلاخی گربه آویو گرفته بودم که دنبال یه کار جدید میگشتم. یه پیام برای پلیس فرستادم. انگار شما احمقا هنوز منو پیدا نکردید. به نظرم ویدیو دیدن سلاخی گربه واسهتون عادی شده. بذار بریم سراغ یه آدم. شاید یکم بیشتر شما احمقا به خودتون بیاید. با این حرفم مردمو ترسوندم. همه دنبالم بودن. دو هفته بود با جونلین آشنا شده بودم. اون تازه اومده بود اروپا. هفته بعد یه ویدیو 11 دقیقه جنجالی آپلود کردم. لین روی تخت بسته شده بود. منم پشتم به دوربین بود و با حوصله و سرسب جلوی شما احمقا اونو تیکه تیکه کردم. بدنشو توی چمدون گذاشتم تا پیداش کنن. بقیه جسدم انداختم توی سطل. اما از شانس بدم دوربینای آپارتمان اون شب تصاویرمو ضبط کرده بودن. از اونجا فرار کردم ولی چند روز بعد پلیس منو دستگیر کردن. الانم زندگیم تبدیل شده مثل بچگیام. اما این بار باید تا آخر عمرم توی قفس بمونم. نمیدونم، شاید همه اینا تقصیر مادرم بود. پلیس آلمان با دستگیری لوکا مگنوتا، مرد 29 ساله‌ای که 6 روز در صدر فهرست افراد تحت تعقیب اینترپل قرار داشت، به جستجوی بین المللی برای او خاتمه داد. مگنوتا که در تغییر چهره مهارت دارد، حوالی ساعت 2 بعد از ظهر دوشنبه در کافینت واقع در خیابان کارل مارکس در محله‌ای در برلین دستگیر شد. این بازیگر سابق فیلم‌های بزرگسال به خاطر قتل با یخشکن و سپس تکه تکه کردن بدن دانشجوی چینی دانشگاه کنکوردیا و دوست پسر سابقش با محاکمه در مونترال روبروست. مگنوتا قطعه های بدن پاره پاره را به دفتر مرکزی حزب محافظه‌کار در اوتاوا پست کرد. به گزارش خبرگزاری QMI از کانادا، پرونده مگنوتا در صدر اخبار اروپا قرار گرفت. نشریات فرانسه او را با نام ریپر می‌خواندند و روزنامه‌های انگلستان از القابی همچون دیوانه کانادایی و قاتل آدمخوار استفاده کردند. دستگیری این قاتل آدمخوار به لطف مردی که صاحب کافینت بود ممکن شد. طبق گفته های او به آژانس خبری، قدیر عکس مگنوتا را در اخبار دیده بود و به محض اینکه او عینک آفتابیش را درآورد متوجه حضورش شد و ماجرا را به چند مأمور پلیس اطلاع داد. یکی از کارگران کافینت مذکور گفته بود که مگنوتا هنگام دستگیری در اینترنت اخبار خودش را می‌خواند
که افسران پلیس او را بازداشت کردند. او اول کمی تلاش کرد جان سالم به در ببرد و اسامی دروغ در مورد خودش گفت، اما پس از کمی مقاومت خودش را تحویل داد. وزیر دادگستری کانادا گفت که این کشور رسما خواهان تحویل گرفتن ماگنوتا از آلمان می باشد. کارشناسان حقوقی پیش از این گفته بودند اگر ماگنوتا خواهان عدم تحویل خود به کانادا شود، پس فرستادنش به این کشور می تواند چند ماه و حتی چند سال طول بکشد. اما پلیس برلین در آخرین خبرها گفته بود که ظاهرا ماگنوتا با بازگشت داوطلبانه به کانادا مشکلی ندارد. ماگنوتا با اتهام قتل عمد، بی‌حرمتی به جسد و ایجاد و توزیع مطالب وقیح و همچنین آزار مجرمانه استفن هارپر، نخست وزیر و پارلمان روبروست. هارپر که به خاطر جشن 60 سالگرد به تخت نشستن ملکه الیزابت دوم در لندن انگلستان به سر می برد، به خبرنگاران گفته بود که مسلماً از خبر دستگیری این مظنون خوشحال است. نخست وزیر محافظه کار به نیروهای پلیس به خاطر این دستاورد تبریک گفت. ماجرای ماگنوتا وقتی شروع شد که نظافتچی بدن تکه تکه شده مقتول را در چمدانی پشت آپارتمانی در مونترال پیدا کرد. طبق تخمین ها این فرد در روز 24 یا 25 می به قتل رسیده بود و ماگنوتا سپس بخش هایی از بدن او را به دفاتر مرکزی دو حزب محافظه‌کار و لیبرال در اتاوا ارسال کرد. آژانس خبری QMI به نقل از منبعی نوشت که ماگنوتا و آن فرد مدتی دوست پسر یکدیگر بودند. فقط این رابطه توسط لین به خشم شدید ماگنوتا انجامیده. فیلم فجیعه به قتل رساندن لین به دست ماگنوتا که در آپارتمان این فرد متهم به قتل در غرب مونترال صورت گرفته در اینترنت منتشر شده. پس از آغاز جستجوی بین المللی برای یافتن او، پلیس مونترال فورا خبر داد که او به پاریس گریخته و در آنجا دیده شده است. در روز 30 می که جواز دستگیری بین المللی برایش صادر شد، عکس او بر سردر وبسایت اینترپول قرار گرفت. روزنامه 20 دقیقه در فرانسه گزارش داد که ماگنوتا روز جمعه با اتوبوس این شهر را به مقصد برلین ترک کرده. یک روز پیش از آن خبرگزاری فرانسه از قول منبعی بدون نام نوشته بود که پلیس توانسته از طریق تلفن همراه او رد پایش را پیدا کند. ماگنوتا سالهای کودکی خود را در محلات شرقی تورنتو و شهر کوچک لینزی حدود 2 ساعتی شمال شرق تورنتو گذراند و با پدر بزرگ و مادر بزرگش بزرگ شد. در چند روز اخیر او موضوع اصلی توجه رسانه‌های کانادا بوده و انواع و اقسام اخبار در مورد او منتشر شده. چندی پیش پلیس گزارش داد که قاتل آدمخوار کانادایی که دوران محکومیت خود را در زندان سپری می کند، با ساخت سایتی اینترنتی به دنبال تومه دیگری بوده. این قاتل آدمخوار در سایت خود نوشته که به دنبال شاهزادهی جذاب می گردد و با چنین خواستهی مشخصات فردی خود را برای قربانیانش ارسال کرده. لوکا هم اتاقی خود را که یک دانشجوی چینی بود به بدترین شکل وحشتناک کشت و قطعات بدن او را در بسته های پستی در سراسر کانادا پخش کرد. او در این سایت عنوان کرده بود که به دنبال فردی بین سنین 28 تا 38 سال با موهای تیره و چشمان آبی می گردد که وفادار و تحصیل کرده باشد و دوستی پایداری را با او آغاز کند. او از قربانیان آیندهش خواسته در صورت تمایل نامه‌ای به همراه 2 عکس از خود برایش ارسال کنند. یکی از خبرنگاران روزنامه‌ای کانادایی این چنین می نویسد که چنین جنایتکارانی سزاوار داشتن وبسایت نیستند. آنها نباید با جهان خارج و افراد بیگناه در ارتباط باشند.